نهمین روز آذر ماه برابر با 30 نوامبر سال 1285 خورشیدی برابر با 1906 میلادی، تصویب تأسیس بانک ملی توسط مجلس شورای ملی. پس از استقرار مشروطیت، موضوع وامگیری ایران از روسیه و انگلیس باعث بهیجان آمدن احساسات عمومی و مخالفت قاطع نمایندگان مجلس اول با آن شد. از این رو طرح پیشنهاد تأسیس یک بانک ایرانی با سرمایه ایرانیان عنوان گردید و نمایندگان مجلس تأسیس یک بانک ملی را از دولت خواستار شدند تا بدین وسیله به دولت وام دهند. سپس طی چند جلسه بحث و بررسی درباره آن، تأسیس بانک ملی برای بی‌نیاز شدن از دریافت وام خارجی از تصویب نمایندگان گذشت. سال 1322 خورشیدی برابر با 1943 میلادی، صدور و انتشار اعلامیه سران سه کشور متفق در تهران. یکی از وقایع مهم و با اهمیت دوران جنگ جهانی دوم در زمان نخست وزیری علی سهیلی، تشکیل کنفرانس عالی سران سه کشور متفق در تهران بود. در این کنفرانس که با حضور استالین، چرچیل و روزولت، رهبران اتحاد جماهیر شوروی، انگلستان و آمریکا برگزار گردید، پیرامون پیروزی جنگ و کوتاه ساختن مدت جنگ تبادل نظر به وجود آمد و تصمیماتی اتخاذ گردید و اعلامیه مشترکی درباره ایران منتشر کردند. در این اعلامیه ضمن احترام به استقلال ارضی ایران، موافقت شد که هر نوع مسائل اقتصادی که در پایان جنگ گریبانگیر ایران شود از طرف کنفرانس ها یا مجامع بین المللی مورد توجه قرار گرفته و حل شود. ولی علارغم اینکه طی این کنفرانس موافقت شد تا نیروهای متفق بلافاصله پس از پایان جنگ خاک ایران را تخلیه کنند، با این حال این نیروها به ویژه قوای روس تا مدت ها پس از جنگ از تخلیه ایران امتناع می کردند، تا اینکه پس از شکایت ایران به مجامع جهانی نیروهای خود را از ایران خارج ساختند. سال 1350 خورشیدی برابر با 1971 میلادی، برقراری مجدد حاکمیت ایران بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک. جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک تا سال 1283 که برای نخستین بار ناوهای جنگی انگلستان در ساحل آنها پهلو گرفته بود، جزئی از خاک ایران و تحت اداره بندر لنگه از توابع استان فارس بودند. در این سال انگلستان این جزایر را به اشغال خود درآورد. یک سال بعد دولت انگلستان به علت ضعف حکومت مرکزی با یک اقدام موذیانه پرچم امیرنشین شارجه را بر فراز جزایر مزبور به اهتزاز درآورد. در طول اشغال 64 ساله این جزایر، دولت ایران حتی در بدترین شرایط سیاسی از اعتراض به اشغال آنها خودداری نکرد، تا اینکه سرانجام دولت ایران به دنبال واگذاری بحرین و به رسمیت شناختن استقلال آن و صرف نظر کردن از حاکمیت خود در آن جزیره، نیروی دریاییش را در جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک که از قدیم الایام متعلق به ایران بود، مستقر ساخت.